من همیشه عاشق نقاشی بودم و این نبوده که من بخوام انتخاب بکنم که سراغ نقاشی برم. از زمانی که یادم خیلی کوچیک بودم، شاید حدود 4 سالم بود مثلا، که اون زمان ما سنندج زندگی می کردیم و توی کوچه بنبستی خونمون بود که سر کوچه‌مون یه بقالی بود و من هر زمانی که احساس می کردم که حالا دفترم تموم می شد، می رفتم سر کوچه یه دفتر نقاشی می خریدم، می آوردم و شروع می کردم توش به کشیدن. حالا بچه که بودم آدمک خیلی بلد بودم بکشم، فقط خیلی کوچیک بودم. یادم مرتب این برگ می زدم، یه آدمک می کشیدم، تموم می شد، صفحه دیگه، باز یه آدمک دیگه، باز تموم می شد، یه آدمک دیگه، تا زمانی که دفتر تموم بشه. تا اینکه بزرگتر شدم رفتم دبیرستان و همچنان من تو ذهنم نقاشی بود. یعنی زمانی که من از زمانی که خیلی کوچیک بودم و یه بچه کلاس اول دوم دبستانی بودم، زمانی که از هر بچه میپرسیدی که میخوای چی کاره بشی، میگفت من میخوام معلم بشم، میخوام دکتر بشم، میخوام پلیس بشم، چیزای این شکلی میگفتن، من همیشه با خودم میگفتم من میخوام نقاش بشم. و از همون بچگیم اسم پیکاسو رو شنیده بودم، خیلی به نظرم یه قبول خیلی بزرگی بود و واقعا بود، بی خود نبود که من تو اون سن و تو اون دوران اسم پیکاسو رو شنیده بودم. دیگه از همون دوم دبیرستان که بودم می اومدم از روی عکسای حالا افراد مختلف، به خصوص اون زمان خب حالا عکس خواننده ها، به خصوص خواننده های خارجی، من عکساشون رو می خریدم، می نشستم یه دفتر از این دفترهای فیلی بزرگ خریده بودم و توی دفتر فیلی تصویر خواننده ها رو میکشیدم. به همین منوال من ادامه دادم، گاهی وقتا تصویر پورتری افراد خانواده رو میکشیدم. من همیشه همون جور که گفتم یه دفتری و مداد یا خودکاری همراهم بوده و از هر زمانی از دقایقم استفاده کردم، یعنی نذاشتم یک دقیقم تلف بشه هیچ وقت، تا اونجایی که امکان داشته سعی کردم استفاده بکنم از لحظه هام. روزایی که کلاس داشتم مشغول درس بودم، روزاییم که کلاس نداشتم مشغول نوشتن پایان نامه بودم. یه فاصله بود تو این فاصله که من حالا صبح که می اومدم تو ماشین، عصر که برمیگشتم میخواستم برم خونه، با مترو برمیگشتم، میرفتم تا حدودی، تا یه مسیری رو با مترو میرفتم. تو حدود 20 دقیقه میشد که من تو مترو بودم و اون 20 دقیقه رو برای خودم گذاشته بودم برای طراحی کردن. من تو همین این چند ماهی که توی مترو سوار می شدم می رفتم، خیلی با خودکار کارهای زیادی انجام دادم. یعنی من اول با قصد طراحی کردن و اتود زدن، پیش طرح زدن برای نقاشی هام توی دفتر کار کردم، شروع کردم. دست خودم نیست، من نقاشی وقتی میکشم نقاشی های رنگیم همین جوریه، خودکاریام هم همین جوریه، خیلی با جزئیات کار میکنم.
یعنی انقدر براش زمان میذارم برای کارام که همون کارهای خودکاریم با اینکه با یه هدف دیگه بود، با هدف پیشتر زدن برای نقاشی بود، دیدم هر کدومش تبدیل شده به یه کار کامل. و خب فضاهای کارامم بعد از سالها چالش داشتن با خودم و دیدن و مطالعه کردن، خوندن و مطالعه دیداری، دوتاش با هم دیگه، یعنی مطالعه کردن برای من فقط خوندن کتاب نیست، مطالعه دیداری هم هست که همون جور که گفتم از فضای مجازی برای من به دست اومده. خب این چالش ها رو پشت سر گذاشتم و اون فضای ایرانی رو که خودم دوست داشتم، همیشه آرزو داشتم وارد کارام بشه، شده. و هر کدوم از این کار خودکاری هایی که من انجام دادم برای خودشون یه فضایی دارن که برگرفته هست از نقاشی ایرانی و اساطیری که توی این نقاشی ها جاری هست، نقاشی ایرانی جاری هست. و از حتی قبل از اینی که نقاشی ها به این شکل، به شکلی که حالا ما توی مینیاتور ایرانی میبینیم، توی نگارگری ایرانی میبینیم، قبل از اون توی آثار باستانی چندین هزار ساله‌ای که توی جای جای ایران باقی مونده، این تصاویر اساطیری به چشم می‌خورن. و من از اونجایی که به شدت به موضوع اسطوره علاقه‌مند هستم، مطالعه توی زمینه اسطوره رو خیلی دوست دارم. سعی میکنم کتابایی که میخونم در زمینه اسطوره باشه، بی ربط نباشه با اسطوره. اگه تاریخ با اسطوره مربوطه، اگه نقاشی با اسطوره مربوطه، اگه نمادشناسی با اسطوره مربوطه، اگه روانکاوی با اسطوره مربوطه، و اگر که نوشتن پایان نامه است باز با اسطوره مربوطه، و نقاشیام هم به همین شکل، طراحیام هم همینجور. اسطوره‌ای، نمادای اسطوره‌ای، المانای اسطوره‌ای و تاریخی رو من استفاده می‌کنم توی کارام.